همینطوری که بهش نگاه میکنی کوزیکورنر میشه یه گوشه دنج ولی برای منی که 18 19 ساله با آدم های خلاق زیادی توی حوزه های مختلف کار و زندگی کردم یه معنا و مفهوم متفاوتی داره به کورنر سفر کوزی کورنر خوش اومدید کوزی کرنر پادکست تصویری گفتگو محوریه که من حسین نصیری تهیه کننده و میزبانش هستم هر کدوم از آدم های خلاق یه موقعیت زمانی مکانی فیزیکی روانی حتی دارن که توی اون خلاق ترین حالت ممکنه خودش شون. اسمش رو گذاشتم کوزی کورنر و در اون از آدم های خلاق اطرافمون دعوت میکنم تا در مورد مسیر خلاقشون ایده هاشون. خود خلاقیت کنجکاویامون رو سیراب کنه از تو دل گپ و گفتایی که با آدم ها داریم بتونیم روش هایی رو برای بهتر کردن و پخته تر کردن ایده هامون پیدا کنیم توی این کورنر از کوزی کورنر در مورد خود کوزی کورنر صحبت خواهم کرد بهتون میگم که مسیر شروع شدنش کجا بوده اصلا چه مفهومی رو داره تعریف میکنه خلاقیت ابزاریه که به کمکش هر روز داریم توی تصمیمگیریامون، انتخابهامون رو انتخاب میکنیم از چه مهمون هایی قرار دعوت کنه قرار این آدم های خلاق رو دعوت کنیم و با هم بشینیم در مورد خود خلاقیت کوزی کورنرشون مسیر خلاقی که تا الان تا اینجا طی کردن ایده ها و پروژه هاشون گپ بزنیم ببینیم تک تک پروژه هاشون چطوری شکل گرفته چطوری اجرایش کردن چطوری اونها رو بهتر کردن اگر این موضوعات براتون جذاب و سوالایی رو تو ذهنتون ایجاد کرده تا انتهای این برنامه با من همراه باشید خب قبل هر چیزی بذارید من براتون اصلا بگم که کوزیکورنر یعنی چی همینطوری که بهش نگاه میکنی کوزیکورنر میشه گوشه دنج ولی برای منی که 18 19 ساله با آدمهای خلاق زیادی توی حوزه های مختلف کار و زندگی کردم یه معنا و مفهوم متفاوتی داره از سال 89 90 توی گفتگوهایی که با آدم های مختلف داشتم متوجه شدم هر کدوم از آدم های خلاق یه موقعیت زمانی، مکانی، فیزیکی، روانی حتی دارن که توی اون خلاق حالت ممکنه خودشونن. از اون زمان اسمش رو گذاشتم کوزیکورنر. اگه بخوام چند تا مثال براتون بزنم در مورد کوزیکورنه را آدم مختلف میتونم در مورد کوزیکورنه یکی از دوسته نویسنده و مترجم معروفم میگم سالها پیش موقعی که دخترش کم سن و سال بود و تمرین پیانو میکرد تعریف میکرد که موقع که دخترم میشین پشت پیانو من میام میرم میخزم توی یه مبلی که تای سالون مونه میان پایین لم میدم و چشام رو میبندم و به صدای پیانو زدن دخترم گوش میدم اون موقع است که تمام داستانی که تا ظهر قرار بنویسم تصویرش جلوی چشم رژه میره و به ذهنم میرسه یا یکی دیگه از دوستای موزیسینم تعریف میکرد میگفت موقعهایی که تو ترافیک همت شرق به غرب ساعت چهار پنج بعد از ظهر گیر میکنه هدفونش رو تو گوشش میذاره موزیک پست راک پلی میکنه میره میچسبه به شیشه عقب سمت شاگرد و شروع میکنه توی ترافیک آدم ها رو نگاه کردن اون موقع است که همینطور صداهای مختلف و ایده های مختلف تو ذهن شکل میگیره من و همکارانم در کوزی کورنر قرار این آدم های خلاق رو دعوت کنیم و با هم بشینیم در مورد خود خلاقیت کوزی کورنرشون مسیر خلاقی که تا الان تا اینجا طی کردن ایده ها و پروژه گپ بزنیم جستجو کنیم مرور کنیم ببینیم تک تک پروژه هاشون چطوری شکل گرفته چطوری اجرایش کردن چطوری اونها رو بهتر کردن دارن چی کار میکنن دقیقا میخوان با پروژه هاشون چه تأثیری روی من و شمای مخاطب بذارن. وقتی دارم میگم آدم های خلاق در مورد تعداد زیادی آدم مختلف تو حوزه های مختلف صحبت میکنم. نویسنده، معمار، کارآفرین، تبلیغات چی، فیلمساز، آهنگساز، هنرمند، مجسم عکاس، اکاس، طراح رقص، خود کسایی که دارم میرخصن، آشپزا و هزاران هزار آدم دیگه تو کتگوری آدم خلاق قرار میگیره راستش رو بخواید تعریف خود من از خلاقیت و آدمهای خلاق خیلی بزرگتر از اون چیزیه که تصورش رو میکنیم من فکر میکنم تک تک ما آدم ها خلاقیم خلاقیت ابزاریه که به کمکش هر روز داریم توی تصمیم انتخابهامون انتخاب رو انتخاب میکنیم هر روز داریم به راه حل هایی میرسیم که زندگی خودمون رو بهبود بدن اگر آدم هایی باشیم که توی موقعیت هایی قرار داشته باشیم که خروجی هامون روی زندگی دیگران تأثیر میذاره ما با خلاقیتمون داریم روی زندگی بقیه هم تأثیر میذاریم برای همین فکر میکنم دونستن مسیر خلاقه و کوزی و دیدگاه آدم های خلاقی که دروبرمون هستن و شناخته شدن میتونه به ما این کمک رو کنه که خودمون اول از همه آدم های خلاقتر و بهتری بشیم درک و دریافتمون نسبت به خلاقیت بالاتر بره و بهتر بشه بعدم بتونیم با این خلاقیتمون کیفیت زندگی خودمون و بقیه رو بالاتر ببریم کمک کنیم که اتفاقاتی که توی پیرامونمون داره میفته توی کشورمون داره میفته توی فرهنگمون داره میفته برای هموطنامون داره میفته راه های جدیدی برایشون پیدا بشه و بتونیم پیش بریم جلوتر بریم وقتی به تاریخ نگاه میکنی مرورش میکنی میبینی که ملیتها، ملتها و کشورهایی که دو تا ابزار تکنولوژی و خلاقیت رو داشتن نه تنها همیشه خودشون پیش رو بودن که حتی کمک کردن زندگی تک تک ما آدم ها بهتر بشه رشد کنه جلوتر بره خلاقیت رو کنار رویا پردازی که قرار بدی کمکت میکنه تصویرهایی که تا قبلش توی ذهنت هیچ وقت شکل نگرفته شکل بگیره مسیر رسیدن بهشون ساخته بشه برای همین باید خوراک خوبی برای خلاقیت پیدا کنیم و چه خوراکی بهتر از این که بشینیم پای صحبت آدم های و خلاق اطرافمون ما تو پادکست کوزیکورنر قرار اول از همه سوالات و کنجکاوی های خودمون رو جواب بدیم و بعد بریم سمت این که کمک کنیم به مخاطب تا موتور خلاقش گرمتر بشه از تو دل گپ و گفتایی که با آدم ها داریم بتونیم روش هایی رو برای بهتر کردن و پخته تر کردن ایده هامون پیدا کنیم بتونیم حتی پیشتر بریم ببینیم مسیر اجرایی شدن پروژه اونها چی بوده ما هم پروژه های خودمون رو اون سمتی ببریم کمک کنیم تا پروژه های فرهنگی هنری معرفی بشن به دامنه گسترده تری از آدم ها برسن و اثری که میخواد گذاشته بشه بهتر و عمیقتر و بیشتر روی مخاطب گذاشته بشه برای همین ازتون دوتا خواسته دارم یک کنار ما قرار بگیرید، نقدمون کنید، از همون انتقاد کنید، بهمون همون خودتون رو بدید تا هر قسمت بهتر و بهتر بشیم، کورنر به کورنر، امیغتر بتونیم تو گفتگوها پیش بریم کاری کنیم که مخاطب یاد بگیره، نه صرفا تئوریک بتونه یک سری چیزهایی که تو این گفتگوها رد و بدل میشه رو بیاره توی زندگی خودش توی کار خودش توی مدل فکری خودش بیاره توی دریچه که داره از اون به زندگی و خودش نگاه میکنه و خاصه دوم هم ازتون اینه که تا جای ممکن پلتفرم های ما رو دنبال کنید پلتفرم‌های ما هر چقدر بزرگتر بشه به عنوان یک رسانه به عنوان یک برنامه مستقل به ما کمک میکنه تا از آدمهای بزرگتر تأثیرگذارتر و مهمتری بتونیم دعوت کنیم بتونیم اونها رو بیاریم توی این استودیو با هم بشینیم در مورد خلاقیت و پروژه هاشون گپ بزنیم راستش رو بخواید دفعه اولم نیست که ما برای تولید این برنامه خیز برداشتیم سال 96-97 یه تیم کوچکی رو تشکیل دادیم سیامک قلیزاده، امیر رزا عمویی، رزا فرهینیا و من هویت بسری برای کوزیکورنه تراحی کردیم وبسایتش رو بالا آوردیم حتی دو تا اپیزود رو هم تولید کردیم اون زمان نیما رمضان و امیر بالخشان لطف کردن اومدن نشستیم با هم در مورد خلاقیت و مسیر خلاقیتشون گپ زدیم اما خروجی ها که در اومد یه چیزی کم داشت من اون زمان یه مشکل بزرگ داشتم و به اندازه امروزم شنونده فعالی نبودم کیفیت گفتگویی که با این دوتا دوست عزیز داشتم اونجوری که باید و شاید نبود اونجوری که میخواستم نبود اون هدفی که دنبال میکردم و مفید بودنش برای مخاطب رو که دنبالش بودم رو نداشت بعد از اون هم که هزار یک اتفاق افتاد پندمی شد هواپیما شد کلی اتفاقات مختلف رو تجربه کردیم تا رسیدیم به پارسال میتونم بهتون بگم اگر اتفاقات پارسال نیفتاده بود شاید هیچ وقت دیگه کوزی کورنر دوباره استارت نمیخورد دوباره یه تیم جدید تشکیل نمیشد تا کنار هم برن سمت ساختن یک پروژه‌ای که دنبال تاثیرگذاری روی مخاطبه برای همین بد نیست یه یادی بکنیم از تک تک آدم هایی که پارسال جونشون رو از دست دادن یادشون واقعا گرامی تک تکشون زندگی تک تک ما ایرانی های داخل ایران و خارج از ایران رو متحول کردن دوست دارم کورنر سفرمون به عنوان مقدمه رو کورنر کوزی کورنر رو با تقدیم کردن این برنامه به یکی از آدم هایی که دوران نوجوانی من رو برام راحتتر و ساده تر کرد تمامش کنم من آدم درونگرایی هستم تا قبل از اینکه کار کردنم رو به صورت حرفه سات بزنم توی مسیر ارتباط گرفتنم با آدم ها مثل الان راحت نبودم برای همین کودکی و نوجوانی به هم خیلی سخت گذشت سخت از این بابت که نمیتونستم تعامل درستی با بقیه داشته باشم یکی از برنامه هایی که توی اون دوران به من کمک کرد تا راحتتر و سبکتر نوجوانی رو پشت سر بذارم برنامه هایی بود که به بلور برای رادیوی بی بی سی فارسی داشت تولید میکرد روز هفتم مجله زیگزاگ شب هفتم دوست دارم کورنر کوزی کورنر رو به بهزاد بلور تقدیم کنم و بهش بگم روی نسلی از دهه هستی ها تأثیر گذاشته که نتیجهش رو و تاثیرش رو شاید خودش ندونه دوست دارم مسیر کوزی کورنر جوری پیش بره که تبدیل بشه به یک تاریخ شفاهی مثل پروژه تاریخ شفاهی سیاسی ایران که بعد از چهل و چند سال هنوز موندگاره اثرگذاره گفتگوهایی رو ثبت و ضبط کنه که بمونه که یه آدمی ده سال دیگه بیس سال دیگه پنجاه سال دیگه بتونه نگاه کنه به گذشته و بگه یک زمانی فلانی با فلان پروژش دنبال فلان کار بود لازمه این کار حضور شما کنار ماست برای همین باز ازتون میخوام که هم ما رو نقد کنید هم پلتفرم های مختلف ما رو دنبال کنید از هفته آینده با خود گفتگوها قراری کنار هم جمع بشیم تا کاری که من و بقیه بچه های تیم امید، کسرا، سپهر، محمد رزاها آخه دوتا محمد رزا تو تیممون داریم آرزو، هلما، نیلوفر، آی موحد، سپهر، و خیلی از بچه هایی که کمکمون کردن تا این پروژه شکل بگیره سرپا بشه رو برسونیم به دستتون و کنار هم سوال بپرسیم کنجکاوی کنیم کنار هم بتونیم یک جامعه کوچیکی رو تشکیل بدیم تا با هم رشد کنیم خلاقتر بشیم امیدوارم که به سادگی خسته نشیم سنگی جلوی پامون قرار نگیره که نتونیم برش داریم و همینطور که موتورمون تو این چند ماهی که در حال تولید هستیم روشن شده و داره پیش میره پیش بریم خیلی مراقب خودتون باشید به زودی دوباره همدیگر رو میبینیم <applause>